خیلی معذرت خواهم. بذارید توضیح بدم. ببینید، بذارید توضیح. ببین آقای اشاره، مرسی آقای اشاره. آره این اولین نکته، این اولین نکته. من الان میگم من هنوز اون بخش رو توضیح ندادم. شما چجوری مخالفی؟ ما باید توضیح همو بشنویم و مخالفت یا موافقت کنیم. ما با تیترا نباید موافقت و مخالفت کنیم. شما نمیگی من طرفدار جمهوری اسلامی ام، من با کار ندارم. مثلا من میگم دلیلت واسه طرفداری جمهوری اسلامی چیه؟ دلیلت هست که قبول میکنم یا قبول نمیکنم. آقا شما استاد اصلا مسئله چوار نیستی. شما اصلا شره که میپرید اصلا میگم میمی. من هم آقای شایان رو بیدم، شما میگی 100% هست. جناب شایان توجه میکنی؟ دلیلمونه واسه حمایت از یک چیز یا مخالفت از یک چیز که دلیل است که مهمه. حالا آقای شایانی مثال بزنم. آقای شایان چند نفر، چند تا گروه هستن میگن ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم؟ خیلی هستن. مگه همشون درست میگن؟ نه، همشون درست نمیگن. خیلی هستن مخالف جمهوری اسلامی، از هزار تا جمهوری اسلامی بدترن، درسته؟ پس دلیل ها هست که مهمه. شما به چه دلیل مخالف جمهوری اسلامی هستی؟ اون دلیلی که مثلا مهمه. این نکته اول. نکته مثال چیز، مثال داور، اون اصلا دلیلی نیست. توجه می‌فرمایید؟ اصلا دلیلی نیست. داوری خطایی میگیره، به نظر من خطاست، به نظر شما خطا نیست. اگر توپ خورده تو پاش، این هند گرفته، بعدن که ما نمیدونم ویدیو چک کردیم، خود داور میپذیره که کار غلطی انجام داده. اما اگر یک تنه به تنه رو پنالتی بگیره، داور میگه به نظر من پنالت بود، ما میگه به نظر ما پنالتی نبوده. اینجا دیگه اصلا بس دلیلی نیست کسی بخواد دلیل بیاره. توجه میفرمایید؟ این هم یه نکته میخوام بگم تو این مسئله. در مورد شعر سیاسی شدن به سمت سطحی رفتنم اگه تشریف داشته باشی اونجا صحبت میکنم، در موردش حتما صحبت میکنم. پنالتی دیگه، پنالتی دیگه قربان. گفتم پنالتی؟ اگه گفتم پنالتی اشتباه کردم. پنالتی، بله شما درست میگید. بفرمایید خانم گیلان خدمت شما. بعد نه نه اگه من گفتم پنالتی اشتباه کردم، پنالتی آقا. بفرمایید خانم گیلان خدمت شما. دوستانی که جای فرا آوردن همه سلام، امیدوارم خیلی خوب باشید و دیگران هم در کنارتون خوب باشن و مرسی که تشریف آوردید. حالا به هر دلیل که تشریف آوردید، اومدید فوش بدید، اومدید هک کنید، اومدید. از این هفته دلایل و علت ها خیلی فرق میکنه. خانم گیلان خدمت شما. فرق حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالم از دیدن همه تون. چطوری گدا جان، خوب هستی؟ خب دوستان چه خبر؟ فرید جان خوبی؟ خسته نباشی. نیکا جان خیلی خیلی خوشحالم از بله نوبت داشتم. ندیدین نیکا جان حالت چطور عزیز؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ خیلی خوشحالم که میبینم، دوستانم خیلی خوشحالن که شما رو میبینن و منم خوبم، مرسی. خیلی دوست دارم بیای بالا صدا تو من و دوستان دیگه بشنویم و اینکه با دست، با مشت، با لگد، با هر چی که بگی تو دهن دشمن داریم میزنیم. اصلا خودتو ناراحت نکن، اوکی؟ ما همه با تو هستیم، هممون دوستت داریم و از دیدنت همیشه شادیم. مرسی جناب ریزگرد، هم از روم خوبتون و هم از بحثای خوبی که داریم. میکروفون فری. مرسی خانم گیلان، هم از موزیک خیلی خوب. سالار عقیلی بود، اشتباه نمی کنم؟ سالار عقیلی بود دیگه دوستان. آره هم از اون، آره اوکی. هم از اون مرسی، خیلی خیلی خوب بود و هستم خدمت شما که حالا خیلیم لطف کردید. آیدی دکتر احمدی نژاد هستید؟ یه رو به دکتر احمدی نژاد فکر نمی کردم یه روز، فکر نمی کردم این زندگی سراسر تلخی و سختی یه روز به جایی برسه که آقای احمدی نژاد هم ریسند کنه. ای روزگار خراب. چقدر خانم تراژدی تحمل کنه توی زندگی. آقای احمدی نژاد تشریف دارید قربان؟ جناب دکتر احمدی نژاد. دوستان خواهش میکنم اگه آقای احمدی نژاد مایک گرفتن، مثل چیز، مثل سازمان ملل صندلی ها رو ترک نکنید. ها کلا نیشون هستن تمام. خب فکر کنم نیستن.
آقای عدالت برای همه هستید شما؟ جناب عدالت برای همه. آها ببین قبل از که بیایم، آره آقای اسرا، قبل از که بیاید ببین من نمیدونم شما در مورد چی میخواید صحبت کنید، فقط فکر کنم میخواید تست کنید ببین من شما رو بانس میکنم یا بانس نمیکنم. فکر کنم همین میخواید، همین کار میخواید بکنید. آره چون نمیدونم. ببین الان موضوع ما در مورد چیز دیگه است. ببین ما الان داریم در مورد سالمرگ فرخی یزدی، اهدای نوبل ادبیات به باب دیلن صحبت میکنیم، رابطه شعر و سیاست تو ایران. تا اینجا اوکی. حالا من نمیدونم شما در مورد چی میخواید صحبت کنید، توجه میکنید؟ حالا شما بیاید صحبت کنید و امیدوارم که در چارچوب موضوع صحبت کنید، چون که نمیدونم اگه میخواید تست کنید که آره واکسیناسیون. آقا پس چی؟ آقا مثلا خود شما فکر کنید مثلا اینجا کجاست؟ مثلا فکر کنید مثلا اینجا به هرز میرویم، زیر بوته که به عمل نمیاد. اینجا خب تاپیک داره. شما چه فکر میکنید مثلا هر جا که رفتید بعد همه کاری دارید خواست بکنید؟ شما مگه منتقد اسرائیل نیستید؟ میگید آقا اسرائیل هر کاری خواست نباید بکنه، اسرائیل باید در چارچوب قوانین سازمان ملل حرکت کنه. مگه اینو نمیگی؟ خب خودتون در چارچوب قانون حرکت بکنید دیگه. خب میکروفون میدی یا نه؟ نه دارم اتمام حجت میکنم که قبلش دارم آبو میدم. بفرمایید خدمت شما. به نام خدا. ببین آقای ادمین عزیز، شما هر موقع خواستی من میتونی بانس کنی، میتونی رد کنی، هیچ مشکلی نداره، توجه فرمودی. ولی من صحبت های شما رو گوش کردم تا اونجایی که راجب سعدی صحبت کردی و خوب صحبت کردی از سعدی، خب خوشحال شدم. مشخصا من ایرانی هستم و به شعر و ادب خیلی علاقه دارم و سعدی رو از بزرگان ایران میدونم و دوست دارم کسی که اهل شعر و ادبه، توجه فرمودی. ولی خب شما، من با صحبتات گوش کردم، یک آدمی هستی که خب نداری اندیشه های سکولار داری و دور و بریات هم آدم هایی که جمع میشن خیلی هاشون شناخته شدن و بنده با هاشون آشنایی دارم، با افکارشون، با افکار استر و اینا خوب آشنایی دارم و بالاخره این گونه تفکرات رو، شما خودتون نمیگم، شخص رو نمیگم، این گونه تفکرات رو، تفکرات دشمن پسند برای کشورم میشناسم و علتی هم که من همش آقای شایان میگه، میگم تو مسلمونی، تو حضرت امام حسین رو قبول داری، اینا برای اینه که شماها رو بیشتر هم خودم و هم دیگران بشناسن. بالاخره ایران یک سپری دور خودش گذاشته و کسی که دشمن بخواد نزدیک بشه از این سپرها، ما اون دشمن شناسایی میکنیم. یعنی ما که میگیم امام حسین رو قبول داری یا دشمن امام حسینی، این نیست که من برام مهمه، برام اینه که تو میخوام بدونم دوست ایرانی یا دشمن ایرانی. چون که امکان نداره کسی مثلا با امام حسین دشمن باشه و در این حال دوست ایران باشه، امکان نداره. تو این چیز که یا نادانه، نمیدونه، حتی اگه اینطوری هم باشه تو قلبش نمیفهمه که این مسئله کربلا و امام حسین و اینا چقدر برای امنیت ملی ایران و برای مسائل سیاسی ایران مهمه. پس قطعا اون کسی که دشمن امام حسینه یک صهیونیسته که میخواد ایران رو بشکافه، تکه تکه بکنه و این مسئله کربلا رو صدی جلوی راه خودش میدونه، این اندیشه حسینی رو صدی جلوی راه خودش میدونه و در نتیجه در صدد نابودی اون کربلا و اون اندیشه حسینی. توجه میکنی؟ یعنی که من که میگم صهیونیست، من که با یهودی و اینا مشکل ندارم، بارها اینو اعلام کردم، کسی که یهودیه و انسانیت داره و اینا ما میتونیم برادرمون حسابش بکنیم. ولی کسی که صهیونیست رو قبول داره، و من علتی که من سوال میکنم اینه که تویی که صهیونیست رو قبول داری و موجودیت اسرائیل رو قبول کردی، قطعاً تو یک دشمن ایرانی. حالا خودت یا اینو میدونی یا نمیدونی. اگر نمیدونی که من میام بهت گوشزد بکنم که بگم آقا اینها ذاتاً دشمن نه تنها منطقه ایران بلکه کل منطقه ما. و خب شما الان آقای ریزگرد خب حرفای خوب میزنه، حرفای بعض وقتا شعر و ادب، من که حالا زیاد گوش نکردم، ولی بالاخره یه ایده رو جمع میکنه و اینا، خب دمش گرم. ولی آخر کار این آقای ریزگرد کسیه که اسرائیل رو قبول داره و صهیونیست رو پذیرفته
و موجودیت اون رو نمیدونه که این قده سرطانیه. این اسرائیل چیزی نیست که اونجا بخواد بمونه همینطوری. اصلا اینا وجودشون برای این که روش کنه و اینای دیگر رو ماها رو نابود کنه. اصلا نمیتونه چه این کاری بکنه. ولی با وجود یک افرادی مثل آقای ریزگرد و امثال هم که ساده لو هن و اینا پی نبردن، دشمنشون رو نشناختن، استعمار رو نشناختن، خب با وجود چنین دوستانی خب اسرائیل روش میکنه، له و لورده میکنه کشور. ما نیاز داریم که امثال افرادی باشن که بتونن جلوگیری بکنن از این افراد هموطنهای ما. حالا ما این رو شما رو هموطن خودمون حساب میکنیم آقای ریزگرد عزیز. یعنی شما بدونید که با اینکه شما اسرائیل رو به رسمیت شنا قبول کردید، موجودیت اسرائیل رو قبول دارید و صهیونیست‌ها، من باز شما رو میگم هموطن بنده هستید و امیدوارم روزی پی ببرید که اینها چقدر فاندامنتالی و ریشه‌ای دشمن و تهدید برای امنیت ملی نه تنها ایران بلکه کل منطقه و آقای شایان بلکه بفهم متوجه بشه. حالا خانم استر که رسما ضد ایران پوش میده و توهین میکنه و میگه مرگ بر ایران، اصلا ایشون نوشته بود اون موقع تو اتاق، به خدا قسم. اینو میخوام بگم که آقا شما 10,000 تا حرف گوهربار و زیبا و شعر و ادب و اینا هم بزنی آقای ریزگرد، هر چقدر هم دور بر خود آدم جمع کنی و اینا، بازم وقتی اندیشت پذیرش اسرائیل و اندیشت ضد امام حسین و اینا باشه، بازم شما دوست ایران نمیتونی به حساب بیای. یه آدم، اگرم دوست باشی، دوست با عقل و با فهم و شعور به حساب نخواهی اومد. یه آدم یه دوست نادان میگه، خب این دوست نادان ایرانه. ببخشید ها، منظورم حالا شخصی نگه، من دارم کلی میگم، حالا هر کسی، کسی که دشمن امام حسینه بدونید و ابراز عشق به ایران میکنه، ولو که ابراز عشقش هم قلبی باشه، بازم این امنیت رو نفهمیده، این داره دشمنی. اگه با امام حسین کسی دشمن باشه، قطعا دشمن ایرانه، قطعا. و همچنین دوستی و قبول صهیونیسم، من اینو بارها گفتم و بازم میگم، توجه میفرمایید. به هر صورت من متشکرم از شما. قطعا ایرانیان عزیز بدانند و دانسته باشند که این اسرائیل و صهیونیسم رو قبول نکنید، اون دجال و شیطانه. حالا میخواید قبول کنید اشکال نداره، ما نمیذاریم. ماهای تا زمانی که جون در بدن ما هست، خون در رگ ما هست، ما در مقابل این قده سرطانی کثیف ضد بشری و در سیستمشون، الان سیستمشون من کلا میگم، و همچنین سیستم آقای مثلا ادمین این روم، سیستم سکولاریسمه، سیستم ضد خدا، سیستم بر علیه، یعنی خدا این بر مثلا قبول بدوزیم بیرون، این طرف مثلا کشورداری و سیاست و همه چیه، خدا نباید توش باشه، دین نباید توش باشه. خب این سیستم صهیونیستیه، سیستم سکولاره، توجه می‌فرمایید. دلیل این افراد خطرناکن برای ایران و کشور ایران رو دست ارزم به حضورتون استعمارگرا دادن و میدن و خواهند داد و ما نمیذاریم. در صورت ما مبارزه مقابله میکنیم، اگه لازم بشه مبارزه هم میکنیم. البته میکروفون خدمت شما، بفرمایید. ببینا حرف این آقا چیه؟ من و پرچم من، برین عقب، همینی چه هست آقا جان، نکنید این کارا رو، این کارا زشته. تا چه میخواین خودتون رو تحمیل بکنید به جمعی؟ بس دیگه، تشتک بالانزا. مرسی. یه چیزی بگم که دیگه هیچی نگم، یه چیز ببینید، ببینید ما بحث گذاشتیم اینجا روی چیزمون هست، روی آره آقای بی تاغاز، یک طرف خیلی خوب، از یک طرف هم خیلی بد، الان بعدش هم بهتون میگم چیه، از یک طرف شما خیلی خب. بذارید دارم بگم نگم، ببینید بذارید دو تیش ببینید، ما روی وبلاگمون هست و روی آرشیو وبلاگمون هست، حتی کسی نگاه نکنه، اگه کسی رفت روی وبلاگمون هک میشه، میخوام بگم هر کی روی وبلاگ ما رفت میریزن توی خونه‌ش هکش میکنن، کسی نره. ولی به هر حال اگه کسی از جون خودش گذشت رفت روی وبلاگ ما، روی وبلاگ ما، روی آرشیومون هست که من سالگرد تأسیس اسرائیل، سالگرد تأسیس اسرائیل، ما اینجا تاپیک گذاشتیم مفصل در مورد اسرائیل صحبت کردیم.
یعنی ساعت شاید 3 4 ساعت نمیدونم دوستان شاید صدای اون بحث هم داشته باشن، من واقعا صدای اون موضوع رو صدای اون تاپیکو ندارم، صدای اون جلسه رو ندارم. 3 4 ساعت ما در مورد اسرائیل صحبت کردیم، ایشون مطمئنا نبوده. حالا اشکال نداره، یه چیز دیگه میگم، من نمیخوام بگم دوست اسرائیلم، نمیخوام بگم دشمن اسرائیلم، من دلایلم واسه موافقت و مخالفت اسرائیل تو اون بحث گفتم، اما و هزار اما میخوام یه چیزی شما بگم دوستان، که این آدم مشخص بوده چه حد. فکر نمی کنم اگه کسی رو پروفایل من بره هک بشه، اما اگه کسی الان بره رو پروفایل من، عکس یه دختر رو پروفایل منه، عکس یه دختر، اون دختر میدونی کیه؟ کسی میتونه بگه اون دختر کیه؟ عکس یه دختر روی پروفایل من هست، کی میتونه بگه اون کیه؟ آقای عدالت برای همه، برو رو پروفایل من، عکس اون دختری که روی پروفایل من هست بگو کیه؟ نه، میخوام بدونم خودش بره نگاه کنه ببینه عکس دختری که روی پروفایل منه کیه؟ روی مجموعه عکسایی که من توی پروفایلم دارم، یه دختر هست، یه دونه دختر، دو هم نداره، دو تا دختر هست، یه دونه دختره. اون دختره کیه؟ آقای عدالت برای همه، من همینجا روی مایک میمونم، میخوام به شما بگم نه تنها حرفات کاملا غلطه، حتی اصلا نمیدونی. آره برو ببین کیه اون دختر. دختر نتنیاهو؟ نه. من باور میکنید نمیدونستم این آیدی استر دختره یا الان ایشون گفتن خانومه، من تازه فهمیدم خانومه، من راق میگم جناب استر، من همین الان فهمیدم. من عکس یه پسر مو بلند میبینم. آها اوکی، اساسا و اصولا فکر نمی کنم شما ببینید. خب من عکس راشل کوری رو زدم روی پروفایلم، هر جا هم پروفایلی داشته باشم یکی از اولین عکسایی که میزنم عکس این راشل کوریه. اگر یک زمانی بچه دارم بشم، یک زمانی بچه دار بشم، اولین چیزی که به دخترم یاد میدم میگم برو زندگی راشل کوری رو بخون و مثل اون باش. توجه میکنی؟ حالا راشل کوری کی بود؟ آقای عدالت برای همه، آقای شایان بفرمایید شما صحبت کنید، من دیگه صحبتی ندارم. شما آقای شایان صحبت کنید، بحثا خیلی ادامه ندیم لطفاً، و شما آقای دکتر احمدی نژادم نیستم. بعد میریم من ادامه بحثم تموم کنم که دیگه وارد بحث اصلی بشیم. بفرمایید آقای شایان. ما داشتیم راجع به، البته من دیر اومدم، ما داشتیم راجع به فراخی یزدی و اهدای نوبل ادبیات به باب دیلن صحبت میکردیم، ایشون آمد اصلا از اسرائیل، همیشه ایشون کارش همینه، ایشون یه نفرت زاید الوصفی داره از اسرائیل، نمیدونم چرا، بعد همیشه بحثا رو میکشونه به این ور. و چقدر شبیه بود، یعنی وقتی مثلا اونایی که در ایرانن میتونن حرف من رو تصدیق کنن، وقتی رادیو تلویزیون ایران رو میزنی این آیارای بیا، درست میگم ریزگرد، این آیارای بیا، وقتی اینا رو میزنی که حدود 30-40 تا کانال هستن، حرفا کپی برداری شده بود، خیلی شبیه. ما نمیذاریم، ما میگیم که، ما میگیم که، ما نمیذاریم، ما افکارمون اینه، ما اگر لازم باشه فلان کار رو میکنیم، ما اگر لازم، یعنی اصلا نظرات دیگران تش، یا آقا شما هم بیاید دخیل بشید. و بعد من تعجبمه کسی که با امام حسین اولا کسی با امام حسین دشمن نیست، امام حسین یه چیز تاریخی است، کسی با امام حسین دشمن نیست. ثانیاً تو امام حسین رو مال خود کردی، امام حسین فقط مال تو نیست. اولا که من امام حسین خیلی دوست دارم، ولی یه چیز طنز بگم اینجا، من امام حسین خیلی دوست دارم، برای اینکه در زمان دهه اول محرم اصلا قضا درست نمی کنم. آقای جاستیس فور آل، ببخشید آقای ریزگرد دارم از موضوع پرت میشم، در حد یکی دو دقیقه بیشتر تمام میکنم. من همه میدونن که من مجردم، مجرد زندگی میکنم. در دهه اول محرم من اصلا دیگه نیاز نداره قضا درست کنم به خاطر امام حسین. در دهه اول محرم تعداد دخترهای زیبارویی که من میبینم برابری میکنه با 355 روز دیگه، دختر شندان خوشتیب میکنه میاد بیرون. خب این امام حسین، این به خاطر امام حسین دیگه، من چرا با امام حسین بد باشم؟
جدی میگم به تو. چرا با امام حسین بد باشم؟ این حالا این شوخی بود، ولی واقعیت قضیه اینه که ایشون فکر میکنه آخه شما چه کاره ای، آخه چه کاره ایشون تو رو نمیگم، افکارتو دارم میگم که مال خود کردی این داستانو. چون یوزاری آدمی با یه افکار، البته که قدرت داری در ایران، تفکر تو قدرت داره، البته که این فیروزآبادی فکر میکنی، البته که این چه میدونم آقای ایکس و ایگرگ و وای زی فکر میکنی، ولی واقعیتش اینه که تموم شده تاریخ مصرف شما. میدونی چی میگم های جاستیس فور آل؟ تموم شده. بعد بعض این دوستانم هم مثل همون خانومی که ایشون نام برد، البته بهانه میدن دست اینا و بعد نباید بیای اینو تعمیم بدی به همه، بیای بگی چون فلانی نوشته مرگ بر ایران، یا حالا ایشون یهودیه اسرائیل زندگی میکنه اسرائیلیه، حالا همه دیگه شایانم که میگه نمیدونم سکولاره و اونم طرفدار اسرائیل، و بله من اسرائیل رو به عنوان یک کشور به رسمیت میشناسم، من به عنوان چیزی که سازمان ملل متحد ایران رو به رسمیت شناخته، من خیلی دوست دارم که تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از سالها فعالیت محمود عباس که خون دل خوردن کار کردن کشته دادن بدبختی کشیدن جزو کشور بشن، یعنی به عنوان تشکیلات خودگردان نشن، به عنوان یک کشور سازمان ملل متحد بشناسدشون. بان کی مون خیلی فعالیت کرده، خود محمود عباس خیلی فعالیت کرده، اسرائیل هم به عنوان رسمیت میشناسن، بله اسرائیل هم یک کشوره. جایی که اسرائیل بخواد بیاد ایران رو فعالیت‌های تجزیه طلبانه رو دفاع بکنه، خب جلوش وای میسن. جایی که اسرائیل بخواد بیاد چه میدونم تحریک بکنه اعراب خاورمیانه رو که بر ضد ایران صحبت بکنن، بر ضد ایران عمل بکنن، بر ضد ایران فعالیت بکنن، جلوش وای میسن. فلسطین به من ربطی نداره، فلسطین اصلا به من ربطی نداره، فلسطین عرب زیاده، عرب براش زیاده، برن مشکلاتشون رو حل کنن. اگر پتویی داشتم، اگر چه میدونم یه چیز بلا استفاده داشتم، فلسطین اونجا بمب ریختن سرشون، خب کمک میکنم. ولی مشکل من فعلا در چراغی که به مسجد به خانه رواست به مسجد حرامه، فعلا من در اینجا که زندگی میکنم، شما که ماشاءالله در امریکا نشستی، شما که اینجا نیستی، ولی من اینجا مشکل زیاد دارم، به خاطر همین فعلا فلسطین دوره، یه 1000 کیلومتر دوره. بنابراین یه خورده از این میگن کسی که خود خوابه، آخه کسی که آقای ریزگرد خوابه، یه تلنگر میش میزنی بیدار میشه، ولی کسی که خودشی به خواب زده، شما حالا نعره بکش اصلا دیگه بیدار نمیشه، خودشی به خواب زده. من اون مسئله من نیست، ببین شما میگید برادران فلسطین من، اون مسئله من نیست، من اینجا برادران گرسنه زیادتری دارم، من اینجا برادران بیکار زیادتری دارم، اصلا قانونن حکمن شرعن بر اساس گفته های خود حضرات، بر اساس گفته های خود ائمه معصومین، خود پیغمبر خدا، اگر در نزدیکیتون فقر باشه، مصیبت باشه، اصلا به دور نباید توجه کرد دیگه، شما که از من تو این وادی وارد ترید. بنابراین من به اینجا بیشتر میپردازم. حالا اگه تمام مشکلات ایران رفع شد و فقر و بیکاری و ظلم و جفا و جور و اینا از ایران رخت برکن، ما دیگه آزاد شاد بودیم در حد سوئیس، خب ما مثل سوئیسی ها زندگی نمی کنیم، ما میایم یه خورده به فلسطین و لبنان و والا گردن حسن نصرالله رو که من میبینم تبر اگه بزنه کند میشه، این از حسن نصرالله جنوب لبنان. یا بابا من 34 سالمه، یعنی انقلاب 3 سالش 4 سالش بوده که من به دنیا آمدم، دیگه ما بزرگ شدیم تو این کشور بابا، برای ما دیگه نمیخوا بیایی از فلسطین و اینا صحبت کنیم. ببخشید آقای ریزگرد، من از فرخی یزدی رو بردم به کجا، ولی نیاز بود که این آدم، چون میدونید همیشه یه حالتی که تو رومای خداشون شما نمیرید، متاسفانه شما نمیرید آقای ریزگرد، نمیدونم با آیدی مخفی میری یا نه کلک. ولی تو رومای خداشون شمر زلجوشنن، من نمیدونم چه اصراریه که تو رومای ما میان و مثلا دیدی مثلا بعضیا که میان، دیدی آی ریزگرد بعضیا میخوان مثلا منفجر بشن یا مثلا میخوان پلیس بهشون شلیک کنه، میان توی رومی وارد میان توی جایی وارد میشن مثلا نعره میکشن الله اکبر الله اکبر مثلا، یا شلیک میکنن به چند نفر پا
پلیس میزنه اینا رو در و داغون میکنه. اینجوری هم یا آقا این میتونی، یعنی آمده برای شهادت، ما شما میتونی منو بانس کن. آقا چرا بانست کنم؟ درست صحبت کن تا بانست نکنم. درست صحبت کن تا بانست نکنم. شما نچسبی. من نمیدونم، ما یه نفر بود تو مدرسه ما بود بهش میگفتیم تفلون، آی تفلون آمد تفلون رفت. اصلا حرفات، گفتارت، بینشت، افکارت نچسبه، نمیخوره. من آدم مذهبی زیاد دیدم، من آدم زیاد دیدم که مذهبیه، آدم زیاد دیدم که پیروه، حتی طرفدار جمهوری اسلامیه، ولی تو حرفای شما محبت ندیدم. یعنی پرخاشه، اذیت میکنه، یه جای جنسی داره حرفات که انسانها رو اذیت میکنه. نمیدونم چرا، ناراحتی از یه چیزی، مشکل از یه چیزی. من بعضی وقتا به این دوستان میگم که مثلا طرفدار آزاد کردن ایرانه، میگم مشکل شما آزاد کردن ایران نیست، مشکل شما یه چیزای دیگه است تو زندگی. حالا اینم به شما میگم، من میدونم هم گوش نمیدی، 20 سال بعد بهش میرسی. مشکل تو اسرائیل و فلسطین نیست به خدا، مشکل تو یه چیزای دیگه است، دنبال اون چیزا باید بگرد. زیاد قصه اسرائیل و فلسطین و ایران و فلان اینا رو نخور عزیزم، زیاد مشکل خود مردم ایران حلش میکنه. اگه این کشور 2500 سال چیز تاریخ داره، 7000 سال به قول معروف بوده، تو این زمان جمهوری اسلامی 38 سال مونده، 3800 میلیون سال دیگه هم خواهد مون، یه اسرائیل و لبنان و نمیدونم بورکینافاسو نمیتونن خللی بهش وارد کنن. ولی شما زیاد قصهشو نخون. ممنونم آقای ریزگرد، ببخشید بازم بحث منحرف شد، ولی اینا نیاز بود. خب مرسی آقای شان، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما روی مایک صحبت میکنیم 400 در مورد نوع تغییر اندیشه سیاسی به شعر، اصلا کسی یه تکس نمیاد، یه اصلا برگی از برگی نمیجنبه توی روم، اصلا نه تکسی نه چیزی، کلا الان یه دقیقه تکس بارون، ریس هند بارون. آره خیلی خوش، اصلا خدمتتون که جناب حبیب سلام قربان، خیلی خیلی خوش اومدید، خوشحالم میبینمتون. دوستانی که جدید تر اومدن همه سلام و امیدوارم خیلی خوب باشید. و جناب کستری خیلی خوش اومدید، صحبتون بخیر. بقیه دوستانی که جدید تر اومدن همه سلام. آقای اس اف سلام، خیلی خوش اومدید. دوستانی که قبلا ارادت داشتیم که کماکان پاور جاست، دوستانی که جدید تر اومدن همه سلام و امیدوارم خیلی خوب باشید. خب عرض کنم خدمتتون که حالا از این بحث بگذاریم، چون من بحثمو در مورد، من نظرمو در مورد اسرائیل و فلسطین اینا قبلا گفتم، بحث گذاشتیم مفصل در مورد اسرائیل و فلسطین چیزا صحبت کردیم. فقط یه نکته میگم میگذاریم، فقط یه نکته میگم میگذاریم، اونم این من نظرمو در مورد اسرائیل و فلسطین گفتم. دوستانی که اینجا بودن میشن، من هیچ ضرورتی نداره هر روز بریم اینجا شهادت تو این بخونیم که من اسرائیل قبول دارم یا ندارم. نه نه من الان نمیگم، چون قرار نیست ما هر روز بریم اینجا شهادت این بخونی واسه شما که. حالا ولی اینو میگم، یه چیز دیگه بهتون میگم. اینو میگم، ببینید اگر شما دستتون کثیف باشه، با دست کثیف هر چیزی رو بردارید کثیف میشه، الان دارم میگم، اگه شما دستتون کثیف باشه، با دست کثیف هر چیزی رو بردارید کثیف میشه. من از جمهوری اسلامی خواهش میکنم از فلسطین حمایت نکنه. من از جمهوری اسلامی و طرفدار جمهوری اسلامی خواهش میکنم از فلسطین حمایت نکنه. تمام. خب عرض کنم خدمت شما که بریم سر بحث خودم. دوستان من تا اینجا توضیح دادم که اندیشه سیاسی توی ایران رابطه شعر و سیاست بود، تا اینجا توضیح دادم که اندیشه سیاسی ایران چجوری اومد. عرض کنم خدمتتون خب فقط شما برید توی نماز جمعه شعار بدید جو زده بشید اشکال داره؟ مثلا یه روز جمعه ما اینجا جو زده بشیم، شما جو زده بشید اشکال نداره؟ فقط ما جو زده بشیم اشکال داره؟ شما میرید تو نماز جمعه نعره میزنید اونجا جو زده میشید، ما اینجا جو زده میشیم، چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. ولی جو زدگی ما هم روی فکر و منطقه، توجه میکنید؟ و بقیه ماجراها. اما سوال دوم این بود که خواستم جواب بدم که چرا ایران توی ایران ما چرا هنر پشتوانه فلسفی نداره. اینی که چرا هنر پشتوانه فلسفی نداره خیلی مهمه، همونجور که توضیحش دادم.
و عرض کنم خدمت شما که گفتم یکم سخت میشه توضیحش، اما قبلا هم یک کوچولو توضیح دادم، اما بذار اینجا توضیح بدم ازش بگذریم. اونم اینه، توضیحی که میخوام بدم اینه که میخوام بگم که در جریان باشیم که هنر تو ایران متاسفانه، دقیقا متاسفانه، پشتوانه فلسفی هیچ وقت نداشته و دلیلش رو توضیح میدم. ببینید من یه بار قبلا اینو توضیح دادم ولی بخوام توضیح بدم از اینجا باید دور شروع کنم، چون واقعا از اینجا باید شروع کرد. ببینید من وقتی میخوام در مورد چی صحبت کنم، در مورد عدم پشتوانه فلسفی هنر واسه هنر، وقتی میخوام در موردش صحبت کنم از اینجا شروع میکنم که همون سه تا مسئله‌ای که من همیشه هم گفتم ما خوب نشناختیم و خوب اصلا تعریف نکردیم، اون سه تا چی بود؟ اون سه تا اینه که یکی ما علم رو درست تعریف نکردیم، یکی فن و یکی هنر رو. اینو قبلا اینجا توضیح دادم، نمیخوام اینجا توضیحش بدم و طولانی میشه، ولی خیلی کوچولو میگم ازش میگذرم که توضیح بدم که چرا میگم هنر پشتوانه فلسفی نداره. ببینید وقتی علم و فن رو خوب نتونستیم ترجمه کنیم و در موردش صحبت کنیم، یه دلیل خیلی مهمی داشته. دلیل خیلی مهمش هم چی بوده؟ دلیل خیلی مهمش هم این بوده که همینجور که قبلا گفتم ما سه تا چیز رو علم ترجمه کردیم تو ایران، سه تا چیز رو علم ترجمه کردیم. اون سه تا چی بوده؟ ما هم نالج و هم ساینس و هم دیسیپلین و هر سه رو تو ایران به علم ترجمه کردیم، اما این سه تا علم نیستن. نالج یک چیزه، ساینس یک چیزه، دیسیپلین یک چیزه، و این خیلی خیلی مشکلات عجیب غریب تو ایران به وجود آورده، مخصوصا تو علوم انسانی ما. من یه بار قبلا اینجا مفصل توضیح دادم، گفتم شما نگاه کنید وقتی تو ایران کسی ادبیات میخونه ما بهش میگیم چی میخونه، تو ایران کسی ادبیات میخونه ما بهش میگیم چی میخونه، سر رشتهش چیه توی دانشگاه میگیم چی میخونه، میگیم علوم انسانی میخونه، درسته؟ اما علوم سر رشته، علوم انسانی، آیا ادبیات علمه؟ ادبیات کجا علمه؟ ادبیات علمه که ما میذاریم جز علوم انسانی. این و و و حالا توضیحات دیگه، که توضیحات چیه بار دیگه قبلا اینجا دادم نمیخوام واردش بشم، که ما حتی پزشکی رو هم فکر میکنیم علمه که علم نیست، مدیریت هم فکر میکنیم علمه که هر دوش علم نیستن و باشون کاری نداریم. ولی این از کجا میاد؟ از اینجا میاد که ما هم نالج و هم ساینس و هم دیسیپلین و هر سه ترجمه کردیم به علم و این غلط. خب اما وقتی میگیم علم، علم چی هست؟ فراوون داریم، فراوون داریم. ما هر چیزی رو که تفاوتاشو نمیدونیم میگیم پس نداریم. نه، میبینید مثل اینه که شما قیمه رو بریزید تو قرمه سبزی بعد با هم بخورید، بعد من به شما میگم این قیمه نیستا، میگه خب اگه شما اینو میگید پس یعنی قیمه نداریم، میگم نه، قیمه با قرمه سبزی قاطی شده. توجه میکنی؟ نه 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 نه، آیدی گدا فقیر سلام و خیلی خوش اومدید. بحث رابطه سیاسی سواد نگاه کنید، نگرش این طرفدارای این نظام رو نگاه کنید، بحث رابطه سیاست و هنره، من دارم اینا رو میگم، میگه زده به حاشیه. بعد اصل چیه؟ این که اسرائیل برحق یا برحق نیست توی بحث هنر و سیاست. اینایی که من میگم حاشیه است، اصل اینه که سیاست اسرائیل های برحق یا نه دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. علم آزمایشگاهی نه، علم آزمایشگاهی آیدی گدا فقیر که پوزیتیویستا و ارتم علم مبتنی بر اکسپریانس چیز دیگه است، اصلا کاری به اون نداره. الان توضیح میدم، ما وقتی میگیم علم، حالا اینو میگم زود خیلی اش بگذاریم، ما وقتی میگیم علم یعنی شناختن یک چیز فقط واسه اینکه اون چیزو بشناسیم، این یعنی علم. آره آقای بزرگ، متاسفانه چون ادمین هستم باید تحمل کنم، یعنی والا ایگنور بصری هستم. علم یعنی وقتی که شناخت یک چیزی واسه این که ما فقط بخوایم بشناسیمش، اینجا میگیم با علم کار داریم. حالا توضیحش خیلی مفصله که بگذاریم. وقتی میگیم فن یا مهندسی یعنی چی؟ فن یا مهندسی یعنی شناخت یک چیز برای تغییر اون، برای تغییر اون در راستای اهداف خودمون. فلسفه علم نیست، اما فلسفه علم داریم. فلسفه علم نیست، اما فلسفه علم داریم. توجه میکنی؟ توی حوزه فلسفه هر سوالی رو که ما واسهش جواب نداشته باشیم درباره این که چرا جواب نداریم بحث میکنیم،
اگر یک روزی تونستیم اثباتش کنیم از حوزه فلسفه خارج میشیم میره تو حوزه علم. از اینم بگذریم. حالا چون سوال اصلا بحثا این نیست، شما سوال پرسی جواب بدم. حالا پس فن یا مهندسی شد چی؟ فن یا مهندسی شد شناخت یک چیز برای تغییر در اون چیز، تغییر در راستای اهداف خودمون. اما هنر یعنی چی؟ هنر یعنی یک چیزی که شرایط غالب بر اون شناخت برای تغییر باشه. اما و هزار اما، تغییر در هنر به چه معنی؟ هنر رو ما یک چیزی رو میشناسیم که تغییرش بدیم، اما تغییر برای کم کردن از زشتیهاش یا اضافه کردن بر زیباییهاش. یعنی هنر، هنر یعنی یک چیزی رو که یک چیزی رو بشناسیم. به چه دلیل بشناسیم؟ واسه اینکه زشتیهاش رو کم کنیم یا زیباییهاش رو اضافه کنیم. حالا اینو چرا دارم توضیح میدم؟ این سرشاخه های علم و فن و هنر. حالا هنر خودش به دو تا قسمت تقسیم میشه، هنرهای مکتوب و هنرهای غیر مکتوب، درسته؟ هنرهای مکتوب مثل شعر، داستان و بقیه چیزا که میدونی. هنرهای غیر مکتوب اون چند تا هستن؟ هنرهای غیر مکتوب تو جهان چند تا هستن دوستان؟ کسی میتونه بگه اینو؟ هنرهای غیر مکتوب تو جهان چند تا هستن؟ نه خیر، هفت تا نیستن؟ فکرم شما هنر هفتم و اینا رو میگید. ما 8 تا هنر داریم توی جهان، 8 تا هنر غیر مکتوب. نه 8 تا قربان، نه اون 7 تا هنری که از 7 تا میگیم، نه سینما رو هنر 7 تا میشه، نه 8 تا هنر داریم. 8 تا چی هستن؟ 1 رقص، 2 موسیقی، 3 نقاشی، 4 مجسمه سازی، 5 معماری، 6 عکاسی، 7 تئاتر، 8 سینما. درسته؟ این 8 تا هنری هستند که اون مجسمه سازی و معماری، بله این 8 تا هنری هستند که میشن هنرهای غیر مکتوب. تا اینجا توجه کردی؟ حالا گفتن اینا واسه چی مهمه؟ حالا می‌رسیم مسئله خودمون. حالا دوست اجازه بدید، حالا اگر ما میگیم هنر یعنی شناختن یک چیز برای تغییر دادنش، اونم یعنی برای کم کردن زشتی ها و افزودن زیبایی ها، یه نفر میاد این وسط یه حرفی میزنه، حرف حقی هم میزنه. میدونی چی میگه؟ میگه خب شما یک چیزی رو به عنوان هنر در نظر میگیری، میگی زیبا هست، اما من به همون چیز نگاه میکنم میگم زشت هست. خب اینجا ملاک چیه؟ یه نفر میتونه بگه اینجا ملاک چیه؟ نسبیه، سلیقه، سلیقه، شخصی، آنتونی میگه نه، ذوقیه. خب اینجا یک مفهومی وارد جهان میشه. سینما مکتوبه؟ یکی از دوستان بود اینجا میگفت یا ابوالفضل. الان کشی جون میگه یا ابوالفضل. چون سینما مثلا سناریو داره، هنر مکتوبه؟ نه، نگید اینو. حالا توضیح میدم. ببینید. بازم اشکال نداره. چون سناریو داره دیگه. ربطی نداره. سناریو یکی از ادوات مدیوم سینماست. توجه میکنی؟ حالا بگذاریم. داشتم اینو میگفتم، اگر میگیم هنر یعنی کم کردن زشتی ها و اضافه کردن زیبایی ها، اینجا مناقشه به وجود میاد. یه نفر میگه آقا این چیزی که شما میگید به نظر من زشته، شما میگی به نظر من زیباست. حالا دوستان میگن سلیقه. حالا این سلیقه کلمه است. علم چی به ما گفته؟ چه راهی، چه چیزی جهان واسه این پیدا کرده؟ جهان یک معیار واسه این پیدا کرده. دوستان واقعا اینو بگید، جهان یه معیار پیدا کرده. درس میدن توی دانشگاه معیارو، کتاب داریم که چه معیاری وجود داره واسه اینکه اگر میگیم یک چیزی زشته یک چیزی زیباست، اون بیا توضیح بده. واقعا کسی نمیگه؟ امیدوارم یه نفر بگه اینو. ببینید جهان چه معیاری پیدا کرده. آفرین، دقیقاً زیبایی شناسی. دقیقاً زیبایی شناسی. ببینید زیبایی شناسی یکی از شاخه های، یکی از رشته های فرعی چیه؟ یکی از رشته های فرعی اینم بگید ف...
فلسفه هست. زیبایی شناسی یکی از شاخه های فلسفه هست. فلسفه اومد یک زیرشاخه به نام زیبایی شناسی، زیبایی شناسی جدید در جهان. زیبایی شناسی رو اومد طراحی کرد، توضیح داد، قاعده واسش ترسیم کرد که زیبایی شناسی به ما توضیح میده که اون معیارهای زیبایی که داریم در نظر میگیریم توضیح فلسفی میده بهش. حالا برای اینکه، یعنی برای درک هنر و مسلح بودن به سلاح زیبایی شناسی، باید پشتوانه های فلسفی داشته باشیم، درسته؟ حالا میریم، حالا میریم توی ایران، حالا میریم توی ایران، حالا میریم توی ایران خودم که داشتم صحبت میکردم. ببینیم توی ایران، اگر توی فلسفه، حالا ما خواهیم توی چرا زیبایی شناسی، چرا هنر توی ایران موانع فلسفی نداشت. توی ایران خودمون، من میگم در حد 5 دقیقه میگذرم تمامش میکنم، چون یعنی حرفمو زدم نتیجهش میخوام بگم. توی ایران فلسفه ما فلسفه مبتنی بر فلسفه یونانی بود. فلسفه یونانی که از ارسطو، سلام خوش اومدید، فلسفه ایران یونانی که از ارسطو نشأت میگرفت، ارسطو میومد همه علوم زمانه خودش بهش میگفت چی؟ ارسطو اسم همه علوم زمانه خودش گذاشت چی؟ ارسطو اسم همه علوم زمانه خودش رو گذاشت حکمت، درسته؟ به همه علوم زمانه خودش گفت حکمت. بعد گفت علوم مختلف توی جهان که همش اسمش گذاشت حکمت، گفت سه بخش داره: یک، حکمت نظری، دو، حکمت عملی، سه، حکمت تولیدی. دوستان خوب گوش کنید تا تموم بشه اینجا. حکمت نظری چی بود؟ حکمت نظری ریاضیات، طبیعیات، الهیات. حکمت عملی چی بود؟ اخلاق فردی، تدبیر منزل، سیاست مدن. تدبیر منزل یعنی چی؟ یعنی اکونومی، یعنی اقتصاد، یعنی اقتصاد. حکمت عملی یک اخلاق بود، یکی تدبیر منزل بود یعنی اقتصاد، سیاست مهم سیاست مدن بود که سیاست مدن یعنی سیاست. اما یه چیز دیگه هم بود، حکمت تولیدی. حکمت تولیدی یعنی پویتیک. پویتیک، پویتیک یعنی چی؟ یعنی بوتیقا. بوتیقا رو شنیدی؟ بوتیقای ارسطو رو شنیدی؟ دوستانی که ادبیات خوندن، دوستانی که فلسفه خوندن، دوستانی که هنر خوندن، دوستانی که دانشکده هنر رفتن، بوتیقا یعنی چی آقای گدا فقیر؟ بوتیقا یعنی پویتیک. پویتیک یعنی چی؟ یعنی حکمت تولیدی. حالا سلام و خوش اومدید. حالا بذارید بگم ماجرا از کجا آب میخوره. حالا بگم از کجا، از چی آب میخوره. حکمت خانم آیلدی، همه علوم زمانه خودش رو ارسطو گفت همه حکمتن. بعد اومد تقسیم بندی کرد. جناب کیان سلام، قربان، خیلی خیلی خوش اومدید و خوشحالم که میبینمتون. همه علوم زمانه شو گفت یعنی حکمت. بعد اومد تقسیم بندی کرد، گفت حکمت ها حکمت نظری، حکمت عملی و حکمت تولیدی. حکمت نظری سه تا بود: ریاضیات، طبیعیات، الهیات. حکمت عملی سه تا بود: اخلاق فردی، تدبیر منزل، سیاست مدن. خب حکمت سوم حکمت تولیدی یا پویتیک یا بوتیقا بود. حالا بیام تو ایران، حالا بیام تو ایران. فلاسفه ایرانی و فلاسفه مسلمان اومدن همه چیز رو از ارسطو گرفتن، حکمت نظری و حکمت عملی رو آوردن، حکمت تولیدی رو نیاوردن. حکمت تولیدی یعنی هنر، بوتیقا پویتیک یعنی هنر. حالا سوال اینه چرا نیاوردن؟ یعنی ما توی تاریخ فلسفمون، مرسی که بودید خانم اصل، ما توی تاریخ فلسفمون اصلا هنر نداریم، اصلا چیزی به نام هنر توی تاریخ فلسفه نداریم. تمام فلاسفه ما اومدن حکمت نظری و حکمت عملی رو گرفتن. سلام و خیلی خوش اومدید آیدی سارا ایرانی و آیدی نسیم. اومدن حکمت عملی و حکمت نظری رو آوردن، حکمت تولیدی پویتیک یا بوتیقا رو گذاشتن کنار، اصلا نیاوردنش. دلیلش میدونی چی بود؟ دلیلش این بود، دلیلش این بود که فلاسفه مسلمان ما گفتن در قرآن سه جا شعر مذمت شده. گفتن در قرآن سه جا شعر مذمت شده، بنابراین ما اصلا فلسفه حکمت تولیدی یا شعر یا بوتیقا یا پویتیک رو اصلا کاری باش نداریم، گذاشتنش کرد. تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، از اولین فیلسوف ما
تا امروز هیچ کس در مورد هنر حرف نزد. هیچ کس. فارابی کسی بود که یه بار اینجاشم صحبت میگه، سلام و خیلی خوش اومدی آریان. فارابی کسی بود که در مورد موسیقی بحث کرد، درسته؟ ابن سینا کسی بود که در مورد موسیقی بحث کرد، درسته؟ هم فارابی هم ابن سینا در مورد موسیقی بحث کرد، درسته؟ اما اصلا مبانی فلسفی واسه هنر قائل نبودن و نیستن، به همین دلیل که بود. پس در تاریخ ایران، تاریخ ایرانی که داریم صحبت میکنیم که خیلی مختصر مفید براتون گفتمش، در تاریخ ایران هنر پشتوانه فلسفی ابدا نداشت. یعنی از چی محروم بود؟ از زیبایی شناسی. یعنی بعدن که زیبایی شناسی تولید شد، ما نه قبلش پشتوانه فلسفی واسش داشتیم نه بعدن تونستیم بهش برسیم. حالا این کل ماجراست. یعنی من توضیح دادم از یک طرف توی تایم اول صحبتم، از یک طرف توضیح دادم که اندیشه سیاسی چجوری اومد وارد شعر شد، وارد ادبیات شد، اون قسمت اول بود که توضیح دادم. قسمت دومم توضیح دادم که اساساً هنر توی ایران پشتوانه فلسفی و زیبایی شناسی نداشت، و چون پشتوانه فلسفی و زیبایی شناسی نداشت، ابزار خوبی بود واسه سیاست، ابزار خوبی بود واسه سیاست. یعنی فانکشنالیستی، کارکردگرایی بهش نگاه میشد که از شعر چه استفاده کنیم، نه شعر برای شعر، نه شعر در جایگاه خودش، از شعر چه استفاده کنیم. دوستان حرف من تمام؟ یک قسمت کوچولوی دیگه مون در مورد شعر معاصر که چرا شعر معاصر وقتی به سمت سیاسی شدن میره سطحی میشه. مرسی که توجه کردید، امیدوارم که اینا فایده داشته باشه. حداقلش اینه که توضیح دادم که چجوری توی ایران ما توی هنرمون اصلا پشتوانه فلسفی نداشتیم. خب خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما، یکی از دوستان لطف کن اگه امکان داری موزیک دیگه بذارید که با موزیک بعدی بریم به سمت قسمت آخر که دیگه مست تموم شد. اگر کسی هم تمایل نداره موزیک بذاره، خودم این بار سنگی رو به دوش میکشم. خواهش میکنم، مرسی. خب خودم بذارم. بسیار خلیش میفهمم آخرشو. آره همونه که زیرشتی خاص هنر کلاسیک هست در حالتی به هنر مدرن نداره. آه اوکی، زیبایی شناسی اساساً یک هنر این هنر نمیخوام بکار، زیبایی شناسی کلن چیز مدرنه. زیبایی شناسی از کی به وجود اومده؟ زیبایی شناسی از اواخر قرن 18 هم، اوایل قرن 19 هم. اصلا ما قبل از قبل از قرن 18 هم زیبایی شناسی نداریم. توجه می‌فرمایید؟ آیدی هادی صداقت، زیبایی شناسی نه تنها ربطی به هنر کلاسیک نداره، زیبایی شناسی اصلا مدرنه. کارهای پیکاسو کجاش زیباست؟ نه 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 نه، کارهای پیکاسو کجاش زیباست ربطی به زیبایی شناسی نداره ها. این چیز دیگه است، این چیز دیگه است. صبر کن، بذارید من تکس آقای اسفو جواب بدم. فرمودن خیام و ابن سینا. خب اوکی بریم حالا خیام بذارید تو میگید. من در مورد خیام هم چون اینجا بحث کردیم، سال روزش در موردش صحبت کردیم، کاری نداریم. خیام فلسفه خیامی داره، نه فلسفه هنر. آقای اسف، خیام در بهترین حالتش، در بهترین حالتش فلسفه خود خیامی داره. فلسفه خیامی هم توضیحش دادیم که مبتنی بر خوشباشیه، مبتنی بر این سؤاله که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. از آمدنم نبود گردون را سود، از رفتنم از جاه و جلالش نفزود. از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، کین آمدن و رفتنم از بهر چه بود. این سؤال خیامیه که اندیشه که فلسفیشو تشکیل میده، ربطی فلسفه هنر نداره. اینم در این زمینه. خب فرمودن که نه 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 نه، پویتیک نه زیبایی شناسی. خانم ایزدان، پویتیک بوتیقا و پویتیک هنر بود. فلسفه توی حکمت تولیدی اسمش پویتیک بود، بوتیقا بود، یه بخشی بود که که گفتم تقسیم میشد به هنرهای مکتوب و هنرهای غیر مکتوب. خب زیبایی شناسی اصلا اونجا نبود. بعدها توی قرن 18 هم، قرن 19 هم، بذارید توضیح بدم الان میگم خدمت شما. بعدها توی قرن 18 هم، قرن 19 هم که این مناقشات سر زیبایی به وجود اومد، ما یه چیزی فلسفه، یه چیز تولید کرد به نام زیبایی شناسی. خب اجازه بدید
فرمودن که این همه شعر در ایران هست، میگویید بوتیقا نداشتیم. آها آفره، ببینید داریم در مورد چی صحبت میکنیم. میگیم شعر داشتیم. من داشتم چی میگفتم؟ میگفتم مبانی فلسفی واسه هنر نداشتیم. آقای جناب حادی صداقت توجه میفرمایید قربان؟ میگیم که اصلا جناب کیان جدیده، اصلا جدیده، نه تنها واژه، اصلا مفهوم، مکتب، همه چیز جدیده، کاملا جدیده. حالا اجازه بدید جناب حادی صداقت توجه میفرمایید قربان؟ شعر داشتیم، البته که داشتیم. میگیم مبانی فلسفی واسه هنر نداشتیم. توجه میکنی؟ داریم در مورد این صحبت. خب حالا بریم سر بقیه ماجرا. آها خب ارسطو رو که ارسطو رو که من دارم توضیح میدم دیگه. ارسطو رو میگم حکمت تولیدیش، ارسطو رو میگم حکمت تولیدیش که همون پویتیکس یا بوتیقا بود. اون حکمت تولیدی رو ما گذاشتیم کنار، اصلا نیاوردیمش. آقای حادی صداقت توجه میفرمایید؟ من الان اینو توضیح دادم، همه اینا رو که توضیح دادم واسه این بود که بگم ما اصلا بوتیقا و اون بوتیقا و پویتیک ارسطو رو اصلا نیاوردیمش. چرا نیاوردیمش؟ وقتی نیاوردیمش ما در مورد هنر نمیتونستیم بحث کنیم، چون اصلا فلاسفه ما اینو گذاشتن کنار، فلاسفه ما اینو گذاشتن کنار، نیاوردن اینو اصلا. این هم از این. جناب شاهد مرسی سلام قربان، خیلی خیلی خوش اومدید، خوشحالم که میام. فرمودن که جناب زیادادارم مثلا اونم اساس خرد بود اما جناب اونم اساس زیبایی شد. خواهش میکنم. فرمودن در اساس خرد بود اما در دوران مدرن اساس، نه نه، اون زیبایی رو که وقتی ما ببینید زیبایی رو که ملاک بوده کار نداریم. در جهان جدید هم بله خردگرایی توی هنر هم هست. حالا باش من به جمله میکنم فکر میکنم بذارید یکی که بریم جلو. کارهای مدرن زیبایی شناسی ندارن. اینم نمیدونم، اینم باید توضیح بدید آقای حادی صداقت، من اینم متوجه نمیشم که کارهای مدرن زیبایی شناسی ندارن یعنی چی. مثلا ما ببینید، مثلا ما زیبایی شناسی هنر داریم تدریس، مثلا تدریس میکنن توی سینما، توی دانشگاه مختلف، توجه میکنید؟ حالا خیلی 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 چیزای دیگه داره اصلا داره. مثلا شما تصور کنید که مثلا سینمای هیچکاکو، سینمای هیچکاک رو میارن میگن مؤلفه های زیبای شناختی سینمای هیچکاک، تازه میگن مؤلفه های زیبای شناختی فقط توی سرگیجه، فقط توی شمال از شمال غربی، تنها در یک فیلم در اینا هست. خب بعد که حرفتون تموم شد یک پی ام بدید یک سوال. آره من اینو علناً اعلام کردیم که سوال‌ها اینجا کاملا در روم مطرح بشه، یعنی کاملا هر سوالی داری توی روم مطرح کن، من در خدمتم. با زیبایی شناسی نمیتونم هنر مدرن رو توضیح بدم. حالا اینم بعد میگم بدم شد. اجازه بدید من یه موزیک بس به انتخاب خودم، دوستان موزیک نمیدونم پلی کنم بعدم بس تموم کنم. موزیک فرمودن که با توجه به تنوع در فرهنگ‌ها و ادبیات جهان بشری بسیار خوب زیبایی شناسی بر مبنای چه معیارهایی شکل گرفته. آها نه ببینید، زیبایی شناسی رو شما وقتی دارید میگید، در شما وقتی دارید میگید که مثلا نسبت به فلان هنر، نسبت به فلان هنر خاص، مثلا میگید سینما، درسته؟ یا مثلا میگید در نقاشی، در سبک‌های مختلف، یا در مثلا در تئاتر، یا در عرض کنم خدمت شما رقص، یا در موسیقی. زیبایی شناسی رو وقتی اینجا توضیح میدید، مثلا شما میگید این نوع موسیقی، موسیقی فولک مثلا فلان کشوره. این ما دیگه کار نداریم که این موسیقی موسیقی فولک فلان کشور یا کشور ایکس یا کشور ایگرگه. در رابطه با خود اون موسیقی صحبت میکنیم، در رابطه با خود اون موسیقی، در رابطه با خود اون هنر، در رابطه با خود اون تابلویی که کشیده شده، نه اینکه چه کسی کشیده و طبق چه چیزی کشیده. بذارید مثال بزنم. خانم شکوفه گل سلام و خیلی خیلی خوش اومدید. بذارید مثال بزنم. میسم من معذرت میخوام اگه طولانی شده باشه. یه نقاش میاد یه تابلو نقاشی میکشه از یک درشکه که داره یک مسافتی رو طی میکنه، درسته؟ بعد تو این درشکه که داره این مسافت رو طی میکنه، تو این درشکه که داره این مسافت رو طی میکنه، داره ما فقط یک درشکه میبینیم تو این تابلو نقاشی، تا اینجا درسته؟ بعد نقاش روی چرخ یکی از چرخهای اون درشکه یه علامت کشیده. این علامت ها رو شاید من و شما که نگاه میکنیم یه صد نفر دیگه، مثلا از صد نفر پنج نفر به علامت دقت کنن، توجه میکنی؟
حالا خود نقاش برمیگرده چی میگه؟ خود نقاش برمیگرده میگه که شما اگر در این نمره زیبایی شناسی ها میگه شما اگر از این درشک دیدنش یا درخت های پشتش لذت ببرید، یک لذت مبتنی بر زیبایی بصری بردید. درسته؟ حالا میگه منظور من واسه ایجاد مفهوم منظور من در القای این مفهوم اون علامتیه که روی چرخ درشک کشیدم. درسته؟ بعد ما میایم بر اساس زیبایی شناسی این تابلو رو نقدش میکنیم، میگیم این تابلویی که کشیده هر کسی کشیده، نمیگیم این قشنگه ها. زیبایی شناسی نه یعنی این تابلو قشنگه، زیبایی شناسی یعنی با توجه به مختصاتی که در اختیار داشته از یک چرخ درشکه و یک علامت روی اون واسه انتقال مفهومش در قالب یک تابلو نقاشی استفاده بهینه کرده. درسته؟ میگیم اینجا زیبایی شناسی در نقاشی حقش ادا شد. توجه فرمودید؟ میخوام بگم که وقتی میگیم زیبایی شناسی یعنی این نوع نگاه به یه اثر هنری، نه اینکه اون مثلا درختش چه خوشگله، چرخ درشکه چه خوشگله. البته جناب جلال سلام و خیلی خوش اومدید. این صحبت که زیباییش برای همه یکسان نیست چه علمی رو تولید کرد؟ اینو چه علمی تو جهان جدید تولید کرد؟ این هرمنوتیک رو تولید کرد. درسته قربان؟ هرمنوتیک رو تولید کرد که دیدهای مختلف نسبت هرمنوتیک هنری، حالا فلسفیش اینا کار نداره، هرمنوتیک مطرح شد که دیدهای مختلف نسبت به یک اثر هنری، دیدهای مختلف. نظریه چی اومد؟ نظریه مرگ مؤلف اومد. مرگ مؤلف یعنی چی؟ یعنی من نقاش وقتی یک تابلو نقاشی میکشم دیگه تمومه، دیگه نمیتونم بچسبم به تابلوم برم بگم آقا منظورم از این بوده. مرگ مؤلف یعنی وقتی یک اثر هنری تولید شد، صاحب اثر هنری میمیره، این دیگران هستند که دیدشون نسبت به اون اثر هنری تعیین کننده است. اینم در مورد نظرات مختلف نسبت به دیگه صاحبش نیست. بله صاحبش نیست. تمام. خب بذارید اگه دوستان سوال دیگه ندارن بریم به سمت یه موسیقی. خب این موسیقی چی میتونیم پلی کنیم؟ فرمودن ایرانی باشه. آره خواهش میکنم. آه یه توضیح هم بدم، این دوستمون در ویسپرم گفت من دوستان با پدیده جدیدی در پلتاک مواجه شدیم به نام هکرهای حسود، هکرهای شکست خورده. اما از این شکستهای عشقی و شکستهای عاطفی و شکستهای نمیدونم غیر ریمووی و شکستهای دیگه، یه پدیده مواجه شدیم به نام هکرهای نمیدونم اینجوری. این دوستان خب میان بعضی از آیدیا رو هک میکنن و از این مسائل. خواهم بگم، میخوام بهتون بگم، آره متاسفانه جدام که میخوام به شما بگم واسه خودتون اسم شب انتخاب کنید. یعنی مثلا من و آقای فردعلا باید بگردیم نمالی اسم شب واسه خودمون، که اگه به هم پی ام دادیم مثلا من اول اسم شب رو بگم، یعنی خود ریزگرده، چون هر آن امکان داره اون آیدی هک بشه مثلا من با یه آیدی دیگه با شما مثلا چت کنم. پس واسه خودتون اسم شب انتخاب کنید. مثلا من بخوام با نمیدونم آقای فردعلا چت کنم، اولش مثلا یه اسم شب رو مثلا بگی منم، این مثلا بدون که منم. حالا در راستای همین قضیه اینجوری که من شنیدم و دوستان میگفتن، بله با کمال میل خانم نیکا ماندگار حتما، تا اینجایی که من فهمیدم و دوستان گفتن این آیدی خانم نیکا ماندگار هک شده، یعنی دوستان اساتید رفتن آیدی ایشون رو هک کردن، گفتم اولین چیزی بود، اولین حمله به ایشون شده. و خلاصه اگر جای دیدید و خوندید و چتی دیدید و نمیدونم فلان این چیزا، بدانید و آگاه باشید که آیدی ایشون نیست و آیدی جدید ایشون همین هست که الان هست. بعد از این هم اگه هک شدیم دیگه حلالمون کنید دیگه، یعنی حلالمون کنید و به نظر من واسه خودتون اسم شب پیدا کنید که مثلا بدونیم که مثلا خودمون هستیم. یعنی دقیقا شده داستان چیز، حالا من از بعد زیبایی شناسی بگم،
شده داستان شنگول منگول. شنگول منگول بود که مثلا گفت من، مادره گفت من میرم، بعد هر کس اومد در رو باز نکنید مگر مطمئن باشید، با هر کس خواستید چت کنید اول بگید دستش از زیر در بیاره تو، مطمئن بشید خودشه، بعدم باش چت کنید. نه توصیه های من. خب بذارید این موزیک خوش بریم بعدم بس تمام کنید. Thank you.